درود بسیار به شما بینندگان عزیز ایران فردا و به ویژه بینندگان آن سوی خبر، باز هم من در خدمتتون هستم با برنامه دیگر از آن سوی خبر. آن سوی تهران، پرزیدنت حجت الاسلام شیخ دکتر حسن روحانی گفتند که سپاه در ضمن جنگ توانسته پیشرفت حاصل کند و به قدرت بزرگ منطقه‌ای تبدیل شود. آقای روحانی که دومین روز سفر خود به خوزستان را سر می کند گفته پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به معنای رأی مردم به اسلام است. اصلا اینجور نیست جناب آقای روحانی، اتفاقا رأی مردم به غیر اسلام است. مردم باید بفهمند عظمت رهبر جمهوری اسلامی عظمت ایران است. اصلا چنین نیست. آقای خامنه ای معادل ایران نیست. آقای خامنه ای ولی فقیه است برای باورمندان به اصل ارتجاعی ولایت فقیه. آقای روحانی گفتن مردم با وجودی که می دانستن او نماینده علی خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی و در داخل نظام بود، در انتخابات به وی رأی داد تا بگویند اسلام را با اعتدال میخواهند. نه، مردم رنگ بنفش رو انتخاب کردند. تصورشون این بود آقایی که آمده راجع به آزادی زنان، آزادی مطبوعات و میگوید، این حرفا فرق خواهد داشت با محمود ذوب شده در ولایت رهبر جمهوری اسلامی، که البته اون ذوب شدگی هم در یه جاهایی تداخل پیدا کرد و به هم ریخت. آقای روحانی گفتن که به صراحت عظمت علی خامنه ای به منزله عظمت ایران است و همه باید این موضوع را درک کرده و بفهمند. آقای روحانی روز گذشته نیز در جمع نخبگان استان خوزستان از آنها خواست انتظارات مردم از دولت وی را متعادل کند. نکته رو من در اینجا باید بگم، اصولا تئوری ولایت فقیه، این اصل ارتجاعی که به سرزمین ما تحمیل شد، هیچ ربطی با ایران و ایرانی نداره. مذهب ایرانیان حتی پس از پذیرش اسلام مذهب عموم مسلمین بود که تسنن بود. تشیع بعدها به ایران آمد و در دوران صفویه بود که به عنوان یکی از پایه‌های قدرت به حساب آمد. در دوران قاجاریه بود، به خصوص فتح‌علی‌شاه که حاکم شهر شریک حاکم سیاسی شد، و در دوران آقای خمینی بود که این بدعت نامبارک را در قانون اساسی ما جا انداختند. بنابراین عظمت آقای خامنه ای ممکنه عظمت ولایت فقیه و پیروان ولایت فقیه و حسن نصرالله و رمضان شله و آقای مالکی در عراق و آیت الله آصف محسنی در افغانستان باشد، ولی به هیچ وجه عظمت ایران نیست. عظمت ایران به اعتبار یافتن اندیشه های بزرگانی چون کوروش کبیر، چون ابوالقاسم فردوسی، چون مولانا جلال الدین، حافظ، سعدی، احمد شاملو. عظمت ایران به بزرگانی است که کشور ما رو حفظ کردند، به ایران عشق می‌ورزیدند. آقای خامنه‌ای به ایران عشق نمی‌ورزد، ایشان عاشق جمکران است. گزارش ها حاکی است که آقای حشمت الله تبرزدی، مرد مبارز همه فصول، فعال سیاسی و دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، و آقای علی رشیدی رئیس انجمن اقتصاددانان ایران بازداشت شدند. من حقا وقتی خبر بازداشت تبرزدی رو میگویم شرمنده میشم در برابر همسر و فرزندانم. 8 فرزند داره تبرزدی. 20 سال تبرزدی مسافر زندانهای متعدد رژیمه. این دو پیشتر از سوی دادگاه به زندان محکوم شده بودن. آقای مهندس تبرزدی که تاکنون چندین بار بازداشت شده، آخرین بار دی ماه 1388 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور به 9 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. آقای روحانی اون وقت میگه ولی فقیه عظمتش در عظمت ایرانه؟ نه، عظمت ایران زمانی است که تبرزدی ها و رشیدی ها و آدم های دلاوری که در این سالها قربانی شدند می توانستند حرف خود رو بگویند.
آقای علی رشیدی که رئیس انجمن اقتصاددانان ایران و از چهره های برجسته و فرزانه جبهه ملی است، برای اجرای حکم 2 سال زندان به حبس رفت. او استاد دانشگاه، عضو شورای جبهه ملی و رئیس انجمن اقتصاددانان است. 9 آبان 1390 آقای رشیدی به دلیل امضای بیانیه تحلیلی درباره اوضاع اقتصادی سیاسی و اجتماعی ایران بازداشت و به تبلیغ علیه نظام، تشویش از خان عمومی و توهین به مقامات نظام متهم شد. ولی فقیه اگر عظمت داشت، حرفهای آقای رشیدی رو توهین تلقی نمی کرد. آقای رشیدی که تا اسفند همان سال در بازداشت به سر می برد، آذر ماه 91 به 2 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. خیلی طبیعی است رشیدی ها باید در زندان باشند و جنایتکارانی مثل محسنی اژه‌ای در مقام، کسانی مثل احمد خاتمی نماز جمعه ادا کنند و خطبه بخوانند و اونان که افکار عمومی رو مشوش میکنند. اداره عقیدتی سیاسی سپاه رو که میشناسین، یه سایتی دارن به نام بصیرت که نزدیک به منصوبان و نزدیکان آقای خامنه ای. همین سایت اشاره کرده و هشدار داده به کسانی که نزدیک به رهبرن که کوچکترین لغزش آنها به نام رهبر تمام می شود و محمود کریمی باید از شاکی خود دلجویی کنه، چون عکس محمود کریمی رو می‌انداختن مداح آقای خامنه‌ای داشت دست می‌کشید به صورتش. این سایت از ماجرای تیراندازی کریمی، یکی از مداحان بیت رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان درسی بزرگ از گلوله کوچک یاد کرده است. بصیرت در یادداشت خود به طور تلویحی نوشته که تیراندازی کریمی به سمت زوجی جوان در یکی از اتوبان‌های تهران منجر به افزایش حملات به رهبر جمهوری اسلامی شده است. این سایت نوشته دشمن از هر گونه اشتباه، لغزش، سرپیچی از قانون و تخلفی که از سوی یکی از منصوبین به رهبری سر بزند، بیشترین استفاده را برای ضربه زدن و هجمه و عملیات روانی علیه ولایت فقیه و ولی فقیه می کند. یادمان باشد آقای میردامادی سراج، نویسنده و تحلیلگر خوشفکر که از اقوام آقای خامنه ای است و در فرانسه بود بعد از رویدادهای ایران، به ایران بازگشت. تصور کرد آقای روحانی آمده، ممکنه فضا عوض بشه. او رو دستگیر کردن و محاکمش در جریان است. آقای ظریف، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد سفر به مسکو برای گفتگو درباره موضوعات مورد علاقه دو کشور و همینطور مورد مذاکره آقای حسن روحانی و ولادیمیر پوتین انجام میگیرد. میدونید که آقای ظریف وقتی که به سوریه رفت، دست در دست ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، با هواپیمای اختصاصی جمهوری اسلامی به مسکو پرواز کردند. به گزارش خبرگزاری ها ظریف چهارشنبه شب در بدو ورود به مسکو در جمع خبرنگاران در فرودگاه ونوکوا گفت سفر بنده به مسکو برای رایزنی درباره روابط دو جانبه با روسیه است. آقای ظریف اضافه کرد این سفر به دنبال مکالمه تلفنی آقای روحانی و آقای پوتین و برای مذاکره درباره موضوعاتی که دو رئیس جمهوری در بیشکک و نیز مذاکرات تلفنی مطرح کردن انجام می‌گیرد. اصل این گفتگو بر سر سوریه است. جمهوری اسلامی و روسیه تقریبا موضعی مشابه دارن، با این حساب که روسیه دو دستی به بشار نچسبیده، یعنی این پذیرایی رو داره که اگر لازم شد بشار قربانی بشه و فارغ الشهر یا دیگری از همه آقای ولید معلم دولت انتقالی رو به عهده بگیرن، به عنوانی که دستشون آلوده به خون نیست. ولی جمهوری ولایت فقیه، اونطور که آقای خامنه ای میگه و اونطور که یکی از نمایندگان مجلس عضو کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی گفته بود، آقای خامنه ای گفتن بشار و رژیم سوریه سر جاشون هستن. و بعدم یارو بهبه کرده بود که عجب این رهبر جمهوری اسلامی چه نابغه است، چه پیشبینی کرده بود. بر جنازه های 150 هزار تن ماندن 10 میلیون سوریه الان آواره داره.
در درون کشور و بیرون. روزانه ده‌ها بچه پیر و بچه میمیرند از سرما و نبودن غذا. در داخل در درون دمشق انسان‌ها از گرسنگی میمیرند. در اردوگاه فلسطینی‌ها روز به روز تعدادی میمیرند از گرسنگی، سرما و مرض. و آقای خامنه‌ای معتقد بشار میماند بر جنازه انسان‌ها. یک مقام ارتش جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با ششفر غربی برای دستیابی به توافق نهایی بسیار سخت و دشوار است. او گفته که این گام نهایی احتمالاً یک ماه تا دو ماه و نیم دیگر آغاز می شود و نباید بیش از یک سال طول بکشد. در هفته های اخیر مذاکرات فشرده‌ای بین کارشناسان ایران و غرب بر سر نحوه اجرایی کردن توافق ژنو در جریان بود و سرانجام قرار شد اجرایی شدن این توافق از ماه فوریه آغاز شود. توجه شما را به یک گزارش خبری در این زمینه جلب می‌کنم. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا با اظهار اینکه مذاکرات نهایی بر موضوع هسته یا همان بحران نقطه پایان می‌گذارد گفت البته مذاکرات نهایی کار بسیار سختی خواهد بود، چرا که در گام نهایی با موضوعاتی مواجه هستیم که تصمیم گیری درباره آنها به شدت سخت است. وی در توضیح دشواری گام آخر گفت اولین موضوع همین است که زمان توافق چند سال باشد. ممکن است آنها، یعنی کشورهای پنج به علاوه یک تعداد سال در ذهنشان باشد و ما یک مقدار کمتر یا بیشتر. عراقچی گفته است که در گام نخست توافق ژنو طرف آمریکایی تحریم‌ها را تشدید نمی‌کند و ایران نیز برنامه هسته‌ای خود را گسترش نداده و سانتریفیوژ جدیدی نصب نمی‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران در مورد نحوه اجرای این توافق گفته است که در اجرایی کردن این توافق ایران دو گام برمی‌دارد و طرف مقابل نزدیک به 7 تا 8 مورد را اجرایی می‌کند. وی توضیح داده است که یکی از اقدامات ایران تعلیق غنی‌سازی 20% و دیگری تبدیل اورانیوم 20% فعلی به اکسید و یا رقیق کردن آن تا سطح 3% است. به گفته وی اکسید کردن مواد غنی شده در 6 ماه به صورت هر ماه 15 کیلوگرم انجام خواهد شد و رقیق سازی نیز در 3 ماه انجام می شود. مذاکره کننده هسته ایران افزوده است در مقابل آنها تحریم های نفتی، پتروشیمی، خودرو، تجارت طلا و فلزات و بخشی از تحریم های هوایی را متوقف می کنند. تجارت قانونی با اروپا هم به میزان مجاز آزاد می شود و در نهایت 4.2 میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد می شود. آقای عراقچی در ادامه گفته است که مواردی از توافق از جمله آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران فوری انجام نمی شود که در مقابل ایران نیز رقیق سازی اورانیوم 20% غنی شده را تدریجی انجام می دهد. به گفته وی 4.2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران در 8 قسط پرداخت می شود. 12 بهمن 550 میلیون دلار، 10 اسفند 450 میلیون دلار، 16 اسفند 550 میلیون دلار، 21 فروردین 550 میلیون دلار، 26 فروردین 450 میلیون دلار، 24 اردیبهشت 550 میلیون دلار و 27 خرداد 550 میلیون دلار دیگر. در همین راستا رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تاکید بر اینکه دستاوردهای هسته‌ای ایران به عنصر قدرت تبدیل شده است گفت اینکه مذاکره کنندگان در مقابل پنج به علاوه یک با قوت و اقتدار صحبت می کنند به پشتبانه همین دستاوردهای علمی است. در رویدادی دیگر هم علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد تصمیماتی در مورد اضافه شدن تیم تخصصی به تیم مذاکره کننده هسته‌ای گرفته شده است. آقای بروجردی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته حتما اضافه شدن این تیم منطقی است، یعنی در مقابل سفارای آنها یعنی غرب حتما باید سفارای قدرتمندی داشته باشیم. آنطور که برخی نمایندگان مجلس و رسانه‌های محافظه‌کار گزارش کردند، به دستور علی خامنه‌ای هیئتی با عضویت سران قوا به منظور نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای تشکیل شده است. این هیئت پس از آنکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای سند ژنو را امضا کرد تشکیل شده،
اما مقام‌های دولتی حاضر نیستند در این باره اظهار نظر کنند. گفته می‌شود علی خامنه‌ای از برخی مفاد این سند ناراضی است و از حسن روحانی خواسته تا بخش‌های فنی و حقوقی تیم مذاکره کننده هسته‌ای را تقویت کند. آقای رجب طیب اردوغان یا اردوغان دستبردار نیست. حالا آقای عبدالله گل هم به نوعی زیر زبانی از او انتقاد میکنه. آقای اردوغان برای نخستین مرتبه پس از رسوایی پولشویی و رشوه‌خواری شماری از وزیران و آقازاده‌ها در این کشور، فتح‌الله کلن واعظ اخلاقی پرنفوذ را مستقیماً مورد خطاب قرار داد. ایشون البته معلم آقای اردوغان بود قبلا و او را به دست داشتن در جنجال فساد مالی متهم کرد. آقای اردوغان در دیدار با نمایندگان دستگاه دیپلماسی ترکیه از آنها خواست چهره واقعی فتح‌الله کلن و جنبش او را در سراسر جهان افشا کرده و سطح خطر را به مردم و مقامات کشورهای محل مأموریت خود توضیح دهند. اردوغان پیشتر برخی سفیران کشورهای خارجی را به اخراج تهدید کرده بود و آنها را در تحریک عمومی علیه دولت دخیل دانسته بود. فتح‌الله گولن که زمانی هم قطار اردوغان در رویارویی اسلامگرایان با نظامیان این کشور بود، در امریکا زندگی میکند و نزد مقامات پلیس و دادگستری ترکیه نفوذ زیادی دارد. حالا به رقیب آقای اردوغان تبدیل شده. ترکیه را خودخواسته ترک کرد و در کالیفرنیا به سر میبرد. خب هم آب و هوا بهتره، هم مریدان بیشتری در اونجا سراغ ایشون میرن. یه نکته جالبی رو براتون بگم، این خیلی قابل تأمل در مورد رویدادهای ترکیه. آقای اردوغان 2 سال پیش به عنوان نمادی از یک سیاستمدار موفق، سیاستمداری پاک، وطن پرست و عاشق کشورش در جهان معرفی شده بود. اروپایی ها او را خیلی دوست داشتند. در جهان عرب و اسلام اعتبار عجیبی پیدا کرده بود. من خود شاهد بعضی از سفرهای او بودم که وقتی وارد کشورهای عربی می شد چه جنب و جوشی به راه می افتاد. مطبوعات، رادیو، تلویزیون ها همه از اردوغان بزرگ می گفتند. کسی که رویای امپراتوری عثمانی رو دوباره تحقق بخشیده بود. میلیاردها دلار سرمایه گذاری در مصر، در لبنان، در حاشیه خلیج فارس، هر جا می رفتی ترکیه بود. اما آقای اردوغان با اشتباهات بزرگ سیاسی از جمله علیه مردم مصر ایستادن و از اخوان المسلمین آبرو باخته حمایت کردن و در جاهای دیگه هم همینطور باعث شد که امروز بی اعتبار بشه. اردوغان دیگر آن اردوغانی نخواهد شد که ما می شناختیم و برای آمریکایی ها تبدیل به یک الگو شده بود. آن سوتر در تونس که نیز انقلابی رو شاهد شد که اسلامی های نهضت فرع تونسی اخوان المسلمین میخواستن بر اون سلطه پیدا کنه، ولی الان بیکاران مقرهای جنبش النهضه در استان بنزرت در شمال این کشور را به آتش کشیدن. روزنامه الحیات همزمان با ادامه اعتراض ها به بیکاری گسترده و درگیری ها با نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف تونس اشاره میکنه. معترضان در شهر منزل جمیل در استان بنزرت مقر نهضت را با آتش کشیدن و وسایلش را به غارت بردن. شدیدترین درگیری در منطقه التضامن هم بستگی در حاشیه پایتخت تونس رخ داد. معترضان در این منطقه برای دومین روز متوالی در خیابانها اقدام به آتش زدن لاستیک کرده و با نیروهای امنیتی درگیر شد. ارتش لبنان که خیلی به خود میبالید که آقای ماجد فرمانده عبدالله عزام، گروهی که بمب در برابر سفارت جمهوری اسلامی منفجر کردن و دستگیر کردن، گفتن یکی دیگر از فرماندهان این گروه مرتبط با القاعده دستگیر شده است. در بیانیه ارتش لبنان آمده که این شخص به نام جمال دفتردار، شهروند لبنانی، در یورش مأموری امنیتی به روستایی در غرب دره بقاع دستگیر شد. نیروهای امنیتی لبنان 3 هفته پیش اعلام کردن ماجد الماجد فرمانده اصلی این گروه را دستگیر کردند، اما 1 هفته پس از آن اعلام شد که او به علت نارسایی کلیوی در بیمارستان درگذشته است.
گروه عبدالله عزام مسئولیت انفجار بمب در مقابل سفارت ایران را بر عهده گرفت که 23 کشته به جا گذاشت، چند ایرانی و از جمله آقای ابراهیم انصاری که وابسته به اصطلاح فرهنگی بود. روز گذشته نیز این گروه در بیانیه تهدید کردند که به حملات علیه ایران و حزب الله در خاک لبنان تا زمانی که حزب الله از سوریه خارج نشده ادامه خواهند داد. امروز هم خبرگزاری‌ها اشاره کرده بودند که بمبی در منطقه بقاع لبنان منفجر شد. بنابراین بمبگذاری و بمبگذاری متقابل ادامه داره. حالا باید به سراغ مصر بریم. شادی مردم رفراندوم رو انجام دادن. امروز و فردا منتظر نتایج همه پرسی هستیم. رسانه‌های مصر خبر از رأی مثبت 90% شهروندان به قانون اساسی میدن. همزمان با پایان همه پرسی قانون اساسی، پلیس مصر میگوید شبکه الجزیره با ارسال برخی اخبار دروغ در مورد وقوع انفجارهای تروریستی، عناصر تروریست را به سوی اهداف منتظر خود هدایت میکند. خیلی بده یه تلویزیون تبدیل بشه به بنگاه تشویق و ترویج تروریسم. نگاه کنیم به یک گزارش در این زمینه. رسانه‌ها و مقامات رسمی مصر خبر از رأی مثبت 90% از شهروندان آن کشور به قانون اساسی را می‌دهند که دولت انتقالی پس از سرنگونی محمد مرسی آن را تدوین کرد. خبرگزاری رویترز می نویسد قانون اساسی تدوین شده به دست دولت موقت از اقبال عمومی مردم برخوردار شده است. کسانی که به طور گسترده از ارتش در جریان سرنگونی محمد مرسی حمایت کردند. خبرگزاری رسمی مصر می گوید در بسیاری از حوزه های رأی‌گیری آن کشور بیش از 90% به قانون اساسی جدید آری گفتند. در همین حال و همزمان با پایان همه پرسی قانون اساسی، پلیس مصر میگوید شبکه الجزیره قطر با ارسال برخی اخبار دروغ در مورد وقوع انفجارهای تروریستی، عناصر تروریست را به سوی اهداف مد نظر خود هدایت میکند. به گزارش التحریر، حسن شندی سخنگوی رسمی باشگاه افسران پلیس مصر اعلام کرد اتاق عملیات ویژه پلیس تحت امر سرلشکر عادل رفعت معاون وزیر کشور مصر در استان قنا موفق به کشف برخی طرح‌های شبکه الجزیره قطر و عناصر تروریست مرتبط با آن برای هدف قرار دادن تأسیسات عمومی در این استان شده است. شندی در اظهارات خود گفته است شبکه الجزیره ساعتی پیش خبری مبنی بر وقوع چند انفجار در منطقه قنا را مخابره کرد، اما بررسی‌های صورت گرفته از سوی نیروهای امنیتی نشان داد هیچ واقعی غیر معمولی در این منطقه رخ نداده است. به گفته وی شبکه الجزیره با این اقدام خود نشانه‌هایی را برای عناصر تروریست ارسال می‌کند تا بر اساس این پیام‌ها برخی تأسیسات عمومی را هدف قرار دهند. منابع گفته شندی پس از این واقعه نیروهای امنیتی در این استان به حالت آماده باش در آمده و اقدامات امنیتی و حفاظتی در اطراف تأسیسات حیاتی سازمان امنیت و اطلاعات و دادگستری این استان را تشدید کردند. هفته پیش نیروهای امنیتی مصر 3 تن از خبرنگاران شبکه الجزیره را به اتهام ارتکاب جرائمی امنیتی بازداشت کردند. طرفداران آقای مرسی و اخوان المسلمین این همه پرسی را تحریم کرده و میگویند برکناری او غیرقانونی بوده و از آن با عنوان کودتای نظامی یاد میکنند. قانون اساسی جدید متن اصلاح شده قانون اساسی دوره محمد مرسی است که کمیته 50 نفره به سرپرستی امر موسی وزیر خارجه پیشین مصر آن را تهیه کرده است. طرفداران قانون اساسی جدید میگویند اصلاحات انجام شده آزادی‌های فردی، مذهبی و حقوق زنان را تضمین می‌کند، اما مخالفان از اختیارات ویژه‌ای که به ارتش داده شده انتقاد کردند. این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی 8 سال آینده نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرائم پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر 2012 به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت 64% آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید، اما تنها 30% از واجدان حق رأی در آن همه پرسی شرکت کرده بودند که به این ترتیب قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود 18% از واجدین حق رأی برخوردار بود.
نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده تر ضمن تضعیف موقعیت اسلامگرایان طرفدار محمد مرسی از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در آن کشور شود. رأی مثبت به قانون اساسی جدید شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می کند. گفته می شود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت، خود را برای نامزد شدن در این انتخابات مهیا می کند. آقای علایدین بروجردی معرف حضورتون هست. بچه ای از کوچه های نجف که به ایران آمد و معاون وزیر خارجه شد و در دوران او بود که طالبان دیپلومات های ایرانی را در افغانستان به قتل رساندند. آقای بروجردی هیچ کار نکرد. زنده یاد احمد شاه مسعود، فریادش از دست او به آسمان بود. به جای آنکه او را از کار برکنار کنند، به مجلس راهش دادند و رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی شد. حالا ایشان با انتقاد از مواضع دولت عربستان گفته مقام های این کشور به کجراه رفته و برخلاف مساله اسلامی عمل میکنه. حضور جمهوری اسلامی در سوریه خلاف مساله اسلامی نیست، کشتار مردم سوریه. آقای بروجردی گفتن جمهوری اسلامی باید موضع عربستان، موضع حمایت عربستان از تکفیری ها را به سازمان کنفرانس اسلامی بکشاند و به گمان من ضروری است حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله، از گروه های تروریستی در عراق، از جیش مختار، از اصابت اهل الحق و دیگران نیز در کنفرانس اسلامی مطرح شود. وی اظهار کرده در حال حاضر رابطه ایران عربستان خوب نیست و تهران انتظار دارد ریاض در سیاست های خود تغییر ایجاد کند، چنان که ریاض انتظار دارد تهران تجدید نظر در سیاستاش بکنه و دست از مداخله در بحرین، در سعودی، در یمن، در عراق، در لبنان و در سوریه بردارد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین درباره فیسبوک گفته مفسده های فیسبوک که به بعد فرهنگی و اسلامی ضرر میزند زیاد است و دولت باید پاسخگوی تناقض در استفاده از شبکه‌های اجتماعی باشد. شگفتا. آقای صادق لاریجانی هم معرف حضورتون هست. رئیس قوه قضاییه، یکی از برادران لاریجانی و آقازاده‌های مرحوم آیت الله هاشمی آملی. ایشون از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران خواسته تا نسبت به آنچه خطر تفکرات تکفیری و سلفی خوانده از توجه کنه. لاریجانی به جزئیات بیشتر و دقیق‌تری در این باره اشاره نکرده. یادمان باشد تکفیری‌ها واکنشی بر آنها هستند که به همسر پیامبر اهانت می‌کنند و صحابه را بر منابرشان لعنت. گزارش می‌بینیم در این زمینه با شما بدرود می‌کنم و توجهتون رو بعد از گزارش به برنامه بررسی مطبوعات جلب میکنم. بدرود. صادق لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت از وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران میخواهیم که در برابر خطر ورود جریانهای تکفیری به کشور هوشیار باشند و دیدگاههای تکفیری را به هیچ وجه از جنس اختلاف نظر مذاهب اسلامی تلقی نکنند، بلکه برخوردی متناسب با ماهیت ضد امنیتی این جریانها در پیش بگیرند. لاریجانی جریان‌های تکفیری و سلفی را فرقه‌های ساخته و پرداخته غرب برای تضعیف جوامع اسلامی معرفی کرد. رئیس قوه قضاییه افزود از هموطنان اهل سنت نیز انتظار داریم که جریان‌های تکفیری را از خود طرد کنند و اجازه ندهند این جریانات استعماری و فاسد به کشور نفوذ کنند. این نخستین بار نیست که مقام‌های مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در مورد نفوذ جریان‌های تکفیری به ایران هشدار می‌دهند. با گسترش دامنه جنگ داخلی در سوریه و شعله کشیدن اختلافات میان گروه‌های شیعه و سنی مذهب، مقام‌های جمهوری اسلامی و متحدان ایران انفجارهای مختلف در لبنان، عراق یا ایران را به گروه‌های تکفیری نسبت می‌دهند. با حمله به مرزبانان سراوان و همچنین انفجار در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت که هر دو در آبان ماه 1392 رخ دادند، گمانه‌زنی‌هایی در مورد گسترش فعالیت‌های تکفیری‌ها علیه ایران مطرح شد.
پیشتر مدیر کل اسبق خاورمیانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که تکفیری ها توان انجام عملیات تروریستی گسترده در ایران را ندارند. علی اصغر محمدی سیجانی سیطره امنیتی ایران را عامل بازدارنده خوانده بود. گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت حمله به مرزبانان سراوان و گروه موسوم به عبدالله عزام نزدیک به القاعده مسئولیت حمله به سفارت ایران در لبنان را بر عهده گرفته بود. ایران به تلافی حمله سراوان 16 زندانی بلوش را اعدام کرد که از ماه‌ها پیش از حادثه در بازداشت بودند.